دولت آمریکا میگوید تحولات در ایران را از نزدیک زیر نظر دارد. در کنفرانس خبری روز دوشنبه، سخنگوی وزارت خارجه از رفتار بی‌رحمانه نیروی انتظامی گفت. البته ما خشونت و بیرحمی که مأمورین امنیتی ایران به نمایش گذاشتن و ادامه سرکوب خشونتبار تظاهرات مسالمت آمیز در پی کشته شدن رقت انگیز مهسا را محکوم میکنیم. آگاه هستیم که نیروهای امنیتی ده ها تظاهر کننده را نیز کشتند. تا به امروز آمریکا گشت ارشاد و 7 نفر وابسته به آن را به فهرست تحریم شدگان در زمینه ناقضین حقوق بشر افزوده و مجوز لازم برای ارائه خدمات تکنولوژیک به مردم را صادر کرده تا شرکت‌های خصوصی آنچه امکان پذیر می‌دانند برای ادامه دسترسی مردم به یکدیگر در داخل و ایجاد ارتباط با خارج در دسترس مردم بگذارند. اما این دو مورد جلوی برخورد خشن و مرگبار مأمورین انتظامی را نگرفته و نمی‌گیرد. We believe it is incumbent upon the international community to به نظر ما جامعه بین‌المللی وظیفه دارد که اعتراض کند. وقتی مسئله حقوق بشر به میان است، خیلی واضح بگوید به همان اندازه که حقوق بین‌المللی متعلق به تمامی مردم در سراسر جهان است، متعلق به مردم ایران نیز هست. ما این تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم. مسئولین ایران باید به مردم خود گوش دهند، نه آنکه به آنها شلیک کنند. پرایس گفت تظاهرات مردم آرام و به دور از خشونت بود و آمریکا از آرمان‌های آنان برای برخورداری از آزادی‌های بیشتر که حقشان است پشتیبانی می‌کند. در صورت ادامه برخوردهای خشن با مردم یا کشته شدن بیشتر آنان، سخنگو گفت باید مسئولین در انتظار تحریم‌های بیشتر باشند. گیتا آریان، صدای آمریکا.